سلام، وقت بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز. با من جمشید احمدی خوش آمدید. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم. به مهمانان گرامی ورزشی، شفیع الله سلطانی رئیس سازمان STL در برنامه دنیای ورزش با ما هستند. در رابطه با ایجاد سازمان میخوایم بیشتر معلومات ارائه بکنن که چی انگیزه و چی هدف و کیها بیشتر در کنارشان هستن. آقای سلطانی سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. سلام جمشید عزیز، وقت شما بخیر. سلام خدمت تمام مردم عزیز افغانستان، خدا کنه خوب باشه. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. STL بله سازمان است. بله STL سوپر تایگر لیگ. خطرناک سازمان. بله خب، ایجاد سازمان چی انگیزه باعث شد شما خواستین؟ باز که سازمان‌های خوبی در افغانستان فعالیت داشتن، سازمان‌هایی که بسته شدن، مسدود شدن، دیگه فعالیت نکردن و شما خواستین که سازمان ایجاد بکنید. خوشبختانه ما قرار است که در افغانستان برای خودتان معلوم است که بیشتر سازمان‌ها ضعیف شده بود. اما هدف ما ایجاد از سازمانی بود که ما بتونیم به جوانان خدمت بکنیم. خوشبختانه که یک سازمانی را با همکاری دوستای ما استادایی که در کنار ما بودند، جناب چکری صاحب، استاد قصیم، استاد محسن، استاد فیروز، اینا تانستیم که ما یک سازمان ایجاد بکنیم. هدف ما هدف خدمت به جوانان است که خوشبختانه دور اول خود پیش از عید ما خلاص کردیم مسابقات خود، یعنی یک روز برای عید مانده بود. خوشبختانه مسابقات خود خلاص کردیم، بسیار به سطح بالا، بسیار امتیازی که برای فایتر ما تانستیم. کسایی که ثبت شیرداک داشتن، ما خوشبختانه این فایتر را کلشانه، کسایی که از 3 شیرداک به بالا داشتن، ما تانستیم که پول نقدی برشان جایزه بود. چی مقدار پول نقدی؟ کسایی که برنده میشن اول 3000 ترفیس میدن، در بردشان 10000 افغانی برشان جایزه دادیم. که خوشبختانه ما 6 جوری خود که یعنی 60000 پول نقد میشد، ما یارا به همکاری سازمان تانستیم که پول نقدی برشان جایزه بود. چی تعداد ورزشکار در دور اول رقابت داشتن؟ در کدام سنین، در کدام اوزان که شما مسابقات برگزار کردید؟ از 18 سال اشتراک داشتن فایتر ما، چون کسی که پروفشنال باید بازی میکنه 18 سال پوره باشه. دوم ما 38 تا فایتر داشتیم در اول خود و دیگه نیمه داشتیم، تقریبا که یک 30 جوری ما نیمه بود، تقریبا یک 50 جور آماتور داشتیم. خوشبختانه که یاره بسیار با خوبی به پایان رسید. و پول نقد چطور یک بارگی در ذهنتون خطور کرد که باید ما کسایی که برنده میشه، یعنی مقام اول میگیره، باید پولم برش در نظر بگیریم؟ در افغانستان فقط برای مشخص کسایی که اول میشتن یا دوم سوم؟ نه خیر، در افغانستان برای خودتان معلوم است که فایترهای داریم بیشتر از ریکارتهای 4 5 6 7 اصلا در افغانستان حمایت نمیشه، چون هر سازمان توان ازیره داره که بتونه برای ورزشکاری که مدرس چیره شناخته شده است باید یک چیز یا امتیاز قائل باشن. ما لازم قدر فایتر ما 6 جور ما که بهترین فایتر ها بودن، واقعیت کسایی بودن که ریکارتشان بالاتر از 5-4 بود، ما خوشبختانه فقط بردایشان پول دادیم خلاص. جایگاه سازمان را چگونه دیدین؟ زمانی که دور اول مسابقات برگزار کردین، پول هم در نظر گرفتین و خیلی از ورزشکارها که تانست مقام اول بگیره یا برنده شوه با یعنی بهترین دید شما بهترین فایتر باشه پول نقد هم گرفتن، جایگاه سازمان چطور شد با یک دور اول مسابقات یا به نخستین بار مسابقات؟ ما در حال خود برگزار کردیم، به واقعیت که محال بعد از یک مسابقات ما خلاص، هر فایتر یک صحبت میکرد میگفت اولین سازمانی در افغانستان است که برای ورزشکار خدمت میکنه. ما خوشدار از یاسم که بتونیم، یعنی سازمان های دیگر در گذشته خدمت نکرده؟ بله خدمت کردین، همو خدمت از این که ما پیشتر براتون گفتم یک کارگر اگر عرق میرزونه باید ما برش پول بدیم. امروز ورزشکارای ما تا بسیار راحت سطح بالا رسیدیم، اینا اکشن است که ما باید برای زیاد پول بدیم. حداقل اگر 3000 فیس میگیریم باید 5000 پول نقدی برای فایترهای خود بدیم. ما خوشبختانه که دوره 10000 برشان دادیم. دوره دیگه نسبت به ریکارد، هر کسی که ریکارد داره ما میتونیم 5000 4000 3000 حتی پول نقدیشون ازشون پس باید برشان بدیم. کسایی که انترفیس میدن، چی تعداد انترفیس گرفتین شما؟ 3000 انترفیس گرفتین. چی تعداد در کل ورزشکارهایی که حضور داشتن شرکت کردن؟ تنها پروفشنال ها باید. پروفشنال ها باید انترفیس بود. 2000 هم گرفتیم، 1500 هم گرفتیم. فایتر های داریم که حتی هیچ فیس هم ندادن، مشکل اقتصادی داشتن. این سازمان صرف هدفش خدمت است که من شخصا خودم هم ورزشکار هستم، هم قهرمان هستم که از دل یک قهرمان میام و انشاءالله که بتانیم دوره بعد بسیار خدمت بالا. رشته های ورزشی خودتان چی بوده؟ آغاز ما آغاز اول رشتیم کنفو بود، بعد از کنفو ما در می آمدیم. ما دو ستایل تمرین کردیم و خوشبختانه که ما در 5 ستایل قهرمانی کسب کردیم به افغانستان. در کیوان از ترکیه کمربند آوردیم. خوشبختانه در بوکس هم مسابقه کردیم، در بوکس پروفشنال، در کنفو هم عضو تیم ملی هستم.
خوشبختانه در فری فایت هم دستاورد اضافه دارم. همکاری کی بیشتر بوده در ایجاد سازمان و اینکه تانستن یک بارگی بلند شوین سازمان را بسازن؟ یافتر مرا که تشویق در این سازمان کرد جناب مانو صاحب سازمان و چکری صاحب است، استاد رحمت الله چکری و دوستای دیگر بودن کدام رحمت الله چکری؟ بله، استاد رحمت الله چکری کدام رشته؟ رشته ام ام ای است؟ بله، ام ام ای است. کسایی که ام ام ای معاون سازمان ام ام ای کار هستن، ام ام ای را دوست دارن، باز بله. تلاش به این میکنن که سازمان و کلب و کلبداری و جوانان را تشویق به ام ام ای داشته باشن. بله، دوستای دیگه من بودن که جناب استاد محسن است، استاد فیروز است، کسایی که همیشه مشوره میکردن، استاد قاسم صادق است و استاد زگرلاس، یا همیشه میفتن استاد شفیق ما شما یک سازمان جور بکنیم، هدف ما خدمت است، چون به همکاری کل استاد ما یک جای ایجاد کردیم. جای مکان استاندارد است؟ بله، قفس اونجا. بله، بسیار قفس استاندارد کشترش ما مسابقات خود برگزار کردیم. بسیار خوب. برنامه های دیگه که روی دست باشه چی هست؟ باز دور دوم مسابقات به سلسله پیش میرین دیگه؟ بله، دور دوم ما بازم سرش کار داریم که بتونیم برای فایتری بازم ریکار داره، ما یک مقدار پول جور بکنیم و فایتر را بتونیم در دور دو خود خارجی را بتالیم برشون از این کشور پاکستان و ایران. از دو کشور ما فعلا میتونیم به افغانستان فایتر بریم، انشاءالله که یک مواد به خسر برنامه جدید کار. تفاهم بیشتر با کدام کشور است؟ ایران، پاکستان؟ بله، فعلا کدام کشور بیشتر مشتاق بوده یا یعنی مشوق است که بیاین افغانستان؟ زیادتر پاکستان با ما و ایران هر دوش زیادتر علاقه من و افغانستان هستن. سطح MMA ایران فکر نکنم به اندازه MMA افغانستان باشه. نه خیر نیست، چون MMA افغانستان با که در اخرا بسیار رشد کرده MMA افغانستان. از ورزشکارای نامدار MMA کی ها هست در سازمان؟ کی نقش داره؟ اگر فایت مرکزی رو برشان پیشنهاد بکنین در نظر دارین؟ بله، اونا رو داریم، باز اونا پنهان است، یک دفعه فقط میخوایم که رسانه بکشیم. یعنی کسایی رو دارین که سرشان بله. یعنی بالای از اونا خیلی حساب بله. میبریم؟ سر از اون زیاف حساب میکنیم، شالا که سر از ما کار داریم خیر آشده است. بسیار خوب. از آدرس فدراسیون ورزشی رزمی چطور مورد حمایت قرار گرفتین زمانی که شما سازمان ساختین جامعه ورزشی کمیته ملی المپیک؟ فعلا خو برای خودتان معلوم است که ایجاد سازمان ها در افغانستان MMA اصلا بیخی بند بود، حال خوشبختانه که یک هفته آوری میشه که نو MMA در افغانستان فعالیتش خوب شده است، خواستن که آزاد بسازنش. دیگه ما از تربیت بدنی راضی هستیم که در این اخرا بسیار به تفاوت خوب خواستن که MMA را آزاد بسازن. یعنی مسابقات پروفشنال از این بابت برگزار میشه؟ بله، یک تشکری ما از وزارت داخله بکنیم که در وزارت داخله جناب ماستر صاحب خوشحال و مشتبه محمدی فیضار صاحب کیا که در ما همکاری در این آخره در بخش MMA همکاری کردن، چون ما MMA را مسابقات خود گرفته نمیتونیم. خوشبختانه که این همکاری کردن، ما تونستیم که مسابقات خود بگیریم برگزار. شما زیر چتر وزارت امور داخله هم برنامه‌ریزی دارید، مسابقات برگزار کرده رو برگزار میکنین؟ بله. از ورزشکارا بگوین که دور اولی که شما خواستین برگزار بکنین چی تعداد علاقمندی بیشتر داشتن که بیاین وارد سازمان شون و ثبت نام و شرکت بکنن در مسابقات؟ بعد از اینکه این مسابقات ما خلاص شد، من بیشتر از این علاقمند استادا را یافته دیدم که به این سازمان علاقمندی زیاد نشان داد. فکر بکن ما وقتی که مسابقات را برگزار کردیم که 10 ساز برگزار کردیم، اما خوشبختانه که امروز که ما نصف MMA کارا با ما هستن، انشاءالله که دور بعد ما میتونیم فایتر ها حتی راضی رضایت نشان دادن که ما باید در سازمان فایت بکنیم. دور بعد همیالا ما اگر بخوایم قرارداد شروع بکنیم در روز 100 ورزشکار یا کنیم 100 ورزشکار ما قرارداد داریم. چی تعداد مربی بیشتر اشاره کردین؟ مربی های مسلکی، مربی های حرفه‌ای که بتونه این سازمان خوب نقش بازی بکنه و سازمان حداقل هم جایگاه خود داشته باشه. خوشبختانه در کنار ما پیشتر مشاوره کردم با جناب استاد شاهزاده زرزبان، ای است که میخواه با ما زیاف هم کاری بکنه، نظراتش با جناب چکری صاحب و استاد زیاف کرد ما هستن که همیشه نظرات خوب، همکاری زیاف و جناب استاد امرودین حفیظی دوست بسیار خوب ماست که واقعا از این دور ما بسیار خوشحالم که تا این را اشاره کرد که ما بتانم در برنامه بعدی خود از سازمان آباد یاد بکنم. شما خودم آماده برای مبارزه هستین از این بابت میتونین؟ انشالله پیش از این مسابقه یک سفر به ایران دارم، خوشبختانه بتونم یک نمایندگی خوب از افغانستان بکنم، یک مسابقه دارم. یعنی مسابقه ایران شما؟ بله، بله. دارید پیش روی چی آمادگی عریف ایرانیتان به کدام مشخصات هست؟ دفته انشالله که همه مشخصاتش معلوم میشه، جوره میشیم بخیر، فعلا آمادگی خود گرفته روان هستم، خدا میربان است. این سفر از چی گونه صد کردین؟ از آدرس سازمان خودتان یا از بله، از آدرس سازمان خودم. سازمان یعنی جایگاش بله. خوب است، باعث که
تازه کار است، اما در بیرون افغانستان هم میشناسن این سازمان. بله بله، واقعیت قدمی دور ما بسیار کسا راضی هستند. دیگه ما بتونم که از این سازمان اکسی فایتر هم باید به سفر خود ببرم که دوازده مختلف خودم در 61 بازی میکنم. و ورزشکارهای دیگه ما؟ در 65 داریم یک فایتر، یک فایتر 50 داریم، یک سی فایتر انشاءالله میبریم. برنامه خوب که بتونین مثل سایر سازمان ها که شاید کمکاری کردن، شاید نتونستن و شاید هم با چالش ها و مشکلات های افغانستان دیگه کنار نیامدن، اما شما بتونین در شرایط امروزی که میدان خالی از عامیانه میگن، شما بتونین سازمان را تبارز بتین، رشد بتین و از این سازمان سازمان بسازین که همگی بیرون افغانستان یا در خود افغانستان مورد توجه قرار بگیرن. ما این وعده بر کل ورزشکارا میتونم که ان شاء الله رحمان این خوب بار اول ماست، دور اول ما گذشت، دوره دو سه ما بهترین فایتر را در افغانستان میرم و بهترین فایتر خود به کشورهای بیرون میبرم. ما اگر اسپانسر هم نداریم، ما از پول شاگردا فایتر را جمع آوری میکنیم، پس سر خودشان سرمایه گذاری میکنیم. هدف مو نیست که ما در جیب خود پول، بلی هر کس یک تجارت که میکنه هدفش یه بر خودش هم یک چیزی بانه، اما ما مکمل دوره سر فایده رو مصرف کردیم. انشالله که دوره باید بهتر بهترتر شدن. آیا کمپای تمرینی رو در نظر دارید که اگر ورزشکارهای خوبتون اعزام بکنین به دو کشوری که شما نام گرفتین، دو کشور همسایه، امکانات ازی هست میتونن همکاریتان داشته باشن؟ شخصا من خودم یک کم دارم که از هر لحاظ تکمیل است، هیچ چیزی در کم کم بود نیست که بتونن فایترها تمرین بکنن. اگر مسیرش دور است از سایه خیرخانه است کوتل، بهترین کمپ است، از هر لحاظ تکمیل است. اگر فایترهای ما که در افغانستان بیان میتونن رو تمرین بکنن. سپاسگزار هستم از حضور شفیع الله سلطانی رئیس سازمان STL. به امید پیشرفت های تصیح میکرد شما همت کردین و در شرایط کنونی افغانستان خواستین یک سازمان ایجاد بکنین برای رشد و پیشرفت ورزش و ورزشکارا. شاید جوانای عزیز خیلی مشتاق باشن تجربه بکنن جای جدید، مکانهای جدید، سازمانهایی که اونا خودشان فعالیتهای خوبی دارن، اونا بیشتر علاقه میگیرن که بیاین وارد سازمانها یا کلبهای ورزشی شون. موفق باشین. تشکر. زنده باشین. خیر باشین. وقفه دوباره بعد. دوباره خوش آمدین. ادامه دنیای ورزش، حسیب احمدی قهرمان وزن 65 کیلوگرم در ورزش MMA و همچنان سروش حمیدی قهرمان وزن 58 کیلوگرم در ورزش MMA با ما هستند. حسیب وقت بخیر، خوش آمدین. سلام درود خدمت شما و بیننده تلویزیون جهانی آریانا. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی سروش حمیدی. سلام به شما و تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا، ان شاء الله که همه خوش و آرام باشن. تشکر از اینکه اومدین و نام خدا دستاورده همش از حسیب است یا سروش هم است؟ نگه چیزی از حسیب جان است، چیزی هم از خودم است. از دور اول سازمان STL بگین که شما هر دو شرکت کرده بودین، بخصوص خودت در وزن 58 کیلو. در سازمان STL شرکت نکردم چون من در تمرینات که من داشتم مظلوم شده بودم، البته دستم برامده بود، تو اشتراک نکردم و حسیب جان اشتراک کرد و توانست که نکابتم کنه. بسیار خوب. حسیب چطور بود مسابقات؟ حریفت چی گونه بود؟ سبکش چی بود؟ مسابقات بسیار به شکل بالا و استاندارد بالا برگزار شده بود. توانستم در راند 65 کیلو، حریفم از ولایت پروان بود. یک فایتر خوب بود، کشتگیر زود کشتی میکرد. توانستم شکستش بدم. و کپا و مدالاری که گرفتین از سازمان‌های مختلف است، از OFC است. او کپ از کی است؟ او کپ هم کپ کلان از ماست که در ولایت کندوز گرفتار اون سازمان OFC هست. مسابقاتی که در کندوز از آدرس سازمان OFC برگزار شده بود دا. اونجا معریف شکست دادین؟ تانست معریف من در اندال نکات کنم. چند سال میشه MMA میکنه؟ مدت 4 سال میشه همی تمرین نکنم. یک بارگی به MMA آمدین، رشای دیگر هم مهارت داره؟ نه مو تازه مو صفر دیگه تمرینات میره شروع کردیم نزد سازم شفیع الله سلطانی. تا فعلا خوبی های MMA چی بوده؟ بدی هایش چی بوده؟ خوبی ها داره دیگه، قهرمانی و تمرین سعتمندی افتخار از مسابقه میکنیم. بدی های خود هم داره دیگه. بدی های چی هست تا فعلا که تجربه کردین؟ مظلوم شدن از یه مسابقه خطر خود داره. امتیاز دیگه مسابقه بسیار خوب. سروش دستاورده ایمی میتون چی بوده مدت زمانی که در ایمی هست؟ مدت 6 سال میشه که ما تمرین شروع کردیم، رشته مختلف و پیش بردیم و مدت 2 سال میشه پیش استاد بزرگوار مستر شفیع الله سلطانی آغاز کردیم که
پیشتازه دیگم تمرین کردیم هرچه باشن خوش آرام باشن اما سنگکاری شده بودم کانکریت مستو شفلو سلطانی انداخت مسابقه زیاده کردیم در جای مختلف از به تیم آشار کاراتی المپیک هم بودم یک وقته که باز بعد از او که رژیم تغییر کرد و چیزا شد روی به همه آوردم فعلا همه می است وارد قفس میشین چی احساس میکنید؟ در روزی قفس بسته میشه و عریف هم در برابرت قرار میگیره اگر عریف بر قدرت باشه باشی ما باشه یک ترس حراس طبعا در دل پیدا میشه اگر نیک خودت قوی باشی باز همون ترس حراس هست خودت فرار کرده و به طرف حریف میره ما دیگه این مسابقه زیاده کردیم تا بالا در مسابقه هم تا از حریف هم نترسیدیم هیچ چنده که راز در جانم نبود که والا حریف هم تیار است چطور چنان هر مسابقه را کردیم ما به امید برد داخل شدیم در کارنامه خود یک شکست دارم دیگه شکست هم ندارم ما میره چی رقم انتخاب کردم چون که در مو بیرو و بازار چون که شتوکی ها بود جنگ زیاد میکردم هر روز هم پشت خانه ما نفر میمد که بچه جنگ کرده و چطور شما یک جنگجو هستین دیگه بله دیگه و یه ام ام ای هم رشته هست که میرسان از زیادتر بله. چشم پخته میشه و که فکر کردم چون که در کوچه جنگ کنی مردم یک لوچک هست دوز هست باز من گفت تا چیز کردم ام ام ای امو جنگ که در بیرون میکنی در داخل قفس ها میکنی باز امو مردم نمیگه که این لوچک بود میگه یک قهرمان از فعلا از اون خاطر من روی به ام ام ای آوردم حالا در کوچه جنگ میکنی؟ نه خیر نه دیگه از وقتی که باز تمرین شروع کردم کل چیز رو بس کردم آها قانون ورزش همی از زمان که میخوای یک ورزشکار خوب باشی یک ورزشکار از اینکه الگو باشی به عنوان یک قهرمان در جامعه در وطن در محله رشد بکنی باز همگی تشویقت میکنن و خودت هم میگن پای از کوچه جمع میشه بله. باز هم مسابقه بعدی کجا هست با کی هست مسابقه بعدی ما دیگه انشالله یک ماه بعد معلوم میشه در سازمان استیل استاد بزرگوارم برگزار میکنه مسابقه داریم به خیر آمادگی خود گرفتیم ببینیم توکل به خدا یعنی دور دوم شما دیگه آماده هستین برای بله. مسابقه استیل برین بله. شرکت بکنین چی میبینی سازمان استیل سازمان استیل معتبرترین سازمان در افغانستان هستم چون که ورزشکارهایی که فعلا در افغانستان بسیار ورزشکارها که از اقتصادشان ضعیف است اولین سازمانی است که ورزشکار امو تشویق میکنه و بسیار حمایتش کرد بله. چون هیچ سازمان در افغانستان تابال نبود که این ورزشکار پول نقد بده حتما شما مشوق شدین بازی ها یا مسابقه های دور اول دیدین گفتین باید دور بعدی شرکت بکنم و آسیب چی آمادگی داریم دیگه انشالله دور دوم هم میخوای دور اول چقدر پول گرفتی دور اول 10000 اون پول گرفتیم چی کار کردی 10000 کجا مصرف خرج مصارف خود یعنی تمرینات هم پیش مصارف تمرین بجز ام ام ای کدام رشته دیگه هم مهارت داری تمرین میکنی نه غیر می درست بعض ورزشکارا هست که بوکس شون علایده است کشتی شون علایده جوجوسو و سایر رشته های دیگه هم نه من فقط رشته میره تمرین میکنم خب زمانی که به ام ام ای میین بعض خانواده هست ممانعیت زیاد میکنه که ورزش ام ام ای چون ورزش خشن است آسیب پذیر میشن آیا خانواده خودت هم ممانعیت در اول که تمرین میکردم مسابقه میکردم ممانعیت میکردن دیگه حالا فعلا تشویق میکنن حمایت میکنن کی بیشتر تشویق کرده پدرم زیاد تشویق میکنه آیا ورزشکار هستن نه خوشحال شدم مدالایی که گرفتی در چند مدال در کارنامه ورزشی تان دارین از کدام سازمان ها است جاتر دم سابقه چشم سابقه آماتور انجام دادیم و چشم سابقه پروفشنال دیگه در سازمان های مختلف فایت کردیم سازمان FNC و UFC دیگه فعلا سازمان استیل فایت میگنم قرار دادم در آماتور راحت بودی یا در پروفشنال؟ حالا اردیش راحت است خب پروفشنال خوب تره پروفشنال خوب است بعد از شش آماتور آمدین به پروفشنال و بعد از شش پروفشنال هم دیگه ادامه میتین که امین بوده پیش برین خب امکاناتی که در افغانستان محدود است امکانات MMA یا برگزاری مسابقات پروفشنالی که شما در دور اول سازمان استیل رقابت کردین عریف ها هم دیدین سطح عریف هم خیلی بلند بود یا بعض عریف هم هست که شاید ناتوان باشن کمکاری داشته باشن چالش ها و مشکلات هایی که هر ورزشکار در سر رایش بوده و هست شما چگونه میخواین در آینده یک مبارزه بکنین یا یک مبارز باشین فایتره خوب اشتراک کرده بودن ماشاءالله در افغانستان فایتره هست که صدای خوبی دارن من چال هدف دارم که بتونم در بهترین سازمان های دنیا فایت کنم سازمان های تارگیت کدام سازمان UFC میخوایم فایت کنم اگر چمپیون چی فکر میکنی؟ کیها بیشتر خودت گفتن که میتونی استعداد از ایره داری که به UFC را پیدا تشویق خانواده بوده دوستا از جاتر سازم تشویق میکرده در مایت خب از سروش میشنویم سروش
در اخیر برای جوانای عزیزی که علاقه دارن به ورزش MMA بیایند کدام مسیر انتخاب بکنن؟ همو مسیری که خودت شروع کردی استپ به استپ بالا اومدی و حالا فعلا به نظر خودت بهترین ورزشکار هستی، اونا چیکار باید بکنن که بیایند به این مسیر خودت؟ ورزشکار اولین کار کن اول باید اخلاق خود جور کنم، چون که در ورزش باید در ورزش بهترین چیز اخلاق است. اخلاق خود خوب کنن و اما ورزش که اخلاق نداشتی؟ کسایی که اخلاق نداشت که در ورزش هم چنان نتیجه نمیتن، چون که مردم ازشان خوشی نمیکنن. باز بعدش هم اما هر رشته را که خوش دارن و هر رشته که خوش دارن دونم رشته که اگر پیش برن یک نتیجه میگیرن. اگر رشته امی را خوش دارن مثال برن یک رشته دیگر را پیش برن، چون که نیست این امو خوشان امو خوشان هم امو رشته نمیاد. الگوی خودت کی بوده؟ الگوی ما بوده زمانی که ورزشکار بودی. الگوی ما کونر مگریگور بوده که خودم هم الگوی ما فعلا کونر مگریگور افغانستان هستم که لقب خودت دادی یا لقب چون که فایت کردم استاد بزرگوارم یگان دوستای دیگم که فایت ما دیدن که ما فایت اما چیزی که فایت میکردم فایت کونر را پیش میبردم اما صاحب کوشش چون که داخل شدن و اکتا و چیزاشم باز ما دمی لقب مشهور شدم دیگه. ان شاء الله روزی دارم که یک روز دمو داخل کیچ یو اف سی دارم استاد بزرگوارم باشه و دارم امروی کارن مگریگور. خیلی خوب، ایده خوب دارین. هر جوان همین گونه از زمانی که تصمیم قاطع داشته باشه و انگیزش مثبت باشه طبعا به جای میرسن و امیدوارم خودم روز برسه که همو خاص دلت هم آرزوهایت برآورده شه. پیامت هم می‌خوایم به جوانا داشته باشه. جوانا دیگه کوشش زیاد کنن، چون که ورزش این بسات انسان بسیار مفید است. و کسایی که اگر میخوان چون که بچه اگر ننه باشن که والا جای مواگر نشن اون دوش خدا نکنن صدمند باشن، کسایی که ستنگ باز میباشد چون که دیمه ورزش مردان است که هر کسی ای را پیش بردام نمیتونه، چون که ایمه کس هر دقیقه هر جای تو در تمرین نگنی در مسابقه هر جای پاره میشه مواگر میشه دیگه آسیب پذیر میشن اما تعامل بکنن استقامت داشته باشن. تشکر از آسیب احمدی هم تشکری میکنیم، از سروش حمیدی هم تشکری میکنیم. انشالله بتونین روز بیاین که کپ ها و مدال ها دی میز جایی نشن. موفق باشین. سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.